عرض سلام و وقت بخیر. در چشماندازی به حوادث اخیر با ما همراه باشید. به گزارش هنگاو، یک شهروند اهل شهرستان نقده که جهت انجام کار به یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق رفته بود، بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، هویت وی حسن معروف پور عنوان شده است. لازم به ذکر است نام برده بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده است. یکی از اعضای سپاه پاسداران اهل مهاباد با هویت طاهر پوردارانآب که پیشتر از سوی افراد مسلح ناشناسی مورد هدف قرار گرفته شده بود، روز شنبه ششم شهریور ماه در یکی از بیمارستان‌های ارومیه در اثر جراحات عمیق مرد. پوردارانآب فرمانده پایگاه بسیج روستای دریاس از توابع شهرستان مهاباد بوده است. وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال به دلیل انتشار پست‌های انتقادی در اینستاگرام به کمیته انضباطی فراخوانده شد. رئیس کمیته انضباطی باشگاه استقلال طی نامه‌ای محرمانه از وریا غفوری خواسته که در رابطه با استوری‌ها، موضع‌گیری‌هایش در مورد مشکلات مردم و تبعیض در ورزش ایران پاسخگو باشد. لازم به ذکر است نامبرده پیشتر نیز به دلیل انتقاد از ناکارآمدی مسئولین از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود. هدفم از این پست این بود که فقط درد مردم، منظورم من گرانی بود، منظورم فشار اقتصادی بود، منظورم فقط همین بود. و حالا یه سری ها بد برداشت کردن، یه سری ها یه جورایی سوء استفاده کردن، ولی موقعی که آدم صفحه گوشت رو میبینه، صفحه مرغ رو میبینه، من فکر کنم دیگه یه ذره باید شرمنده باشه. این اتفاق داره میفته. من فکر کنم خیلی از شماها وظیفه دارید که برید از اون صفحه فیلم بگیرید که نمایش بدید که ببینم چه وضعیتیه. من هدفم اینه، هدف سیاسی ندارم، من که آدم سیاسی، من یه ورزشکارم. طبق گزارش چاو نیوز، روز شنبه ششم شهریور ماه شهروندان روستای نی از توابع شهرستان مریوان در اعتراض به محرومیتشان از استفاده از آب شماری از چاه‌های عمیق که توسط سپاه پاسداران در این روستا احداث شده، از انتقال آب این چاه‌ها به مناطق دیگر توسط حکومت جلوگیری کردند. سپاه پاسداران در بسیاری از مناطق کردستان سعی در انتقال آب به سایر مناطق را دارد که معمولاً با اعتراض شهروندان مواجه می‌شود. یک دختر نوجوان اهل جوانرود با هویت تارا احمدی که همراه دو تن از دوستانش با نام‌های پریافتی و سونیا کریمی از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده بود، پس از آزادی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر از راه حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد. بر اساس گزارش هنگاو، وضعیت جسمانی نامبرده بسیار وخیم می‌باشد و در یکی از بیمارستان‌های جوانرود بستری است. لازم به ذکر است بازداشت نامبردگان بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و از اتهاماتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم در رابطه با افشاگری‌های اخیر زندان اوین مدعی شد: اصلا ما شکنجه‌ای به این معنا نداریم. هنوز برایم ثابت شده نیست که آیا زندانیان ما شکنجه می‌شوند یا نه. همه ما می‌دانیم که طبق قانون اساسی شکنجه در ایران ممنوع است. سخنان وی در حالی است که گروه هکر عدالت علی ویدیوهای ضبط شده از طریق دوربین‌های امنیتی داخل زندان را به نمایش عموم گذاشتند و این ویدیوها نمایانگر رفتارهای غیر انسانی زندانبانان با زندانیان می‌باشند. سپاس از همراهی شما.